سلام من رضا هستم از کانال یوتیوبی آل بالو در خدمتتون چند بار این جمله ها رو با خودتون تکرار کردیم بعد از هم شدن رابطهتون چرا من نمیتونم این شخص رو فراموش بکنم چرا هر جا میرم جلوی چشمم هستش چرا هیچ کس نمیتونه جاش رو بگیره خیلی ممنون میشم تا آخر این ویدیو حتما حتما تماشا بکنید جواب این سوال رو خواهی گرفت و جواب این که چطوری فراموش بکنیم یا به چی میگن عشق واقعا چه چی چیزی عشق داشتین رابطه ای که عاشق طرف بودیم و بعد از اینکه رابطه تون تموم شده و خواستید رابطه ای دیگه ای رو شروع کنید دیدید که هنوز عشق سابق هست و فراموش نمیشه اذیت میکنه عذاب میده امروز قرار هست بدونید که چرا فراموش نمیشه این عشق لامصب اصلا چطور ساخته میشه این عشق لامصب چرا با اینکه تموم کردی حتی شاید از اون رابطه قبلی مدت ها گذشته ولی باز زمانی که میخوای یه رابطه جدید رو بهش فکر کنی ناراحت میشی یا بذار دست رو دلت بذارم دقیقا وقتی یادت میفته که عشق سابقت میتونه بره بغل یکی دیگه بخوابه یا دست یکی دیگر رو بگیره ناراحت میشی و عصبی میشی آیا این حالت هایی که تو داری واقعا یعنی عاشق هستی؟ کانال رو سابسکرایب بکنید بریم زود برگردیم در مورد عشق عاشقی کم حرف نزدیم کم نشنیدیم هم اگه یادتون باشه در کتابی که ماها پیش با هم روی همین آلبالو هم بررسیش کردیم متوجه شدیم که رابطه عاشقانه باید منطقی منظم بر اساس دلایل و نهایتا اختیاری باشه یعنی اینکه ما همیشه میگیم عشق با منطق یا دلیل جور در میاد در اصل اصلا اون چیزی که ما بهش میگیم عشق نیست اینو من نمیگم کتاب میگه کتاب ها میگن همینطور در مورد این صحبت داشتیم که اینکه میخوایم همیشه پیش عشقمون باشیم اینکه زمانی که باهاش هستیم به چشمای هم دیگه نگاه میکنیم کل دنیا رو توش میبینیم اینکه وقتی به یادش هستیم حالمون خیلی خوب هست اینکه وقتی به یاد عشقمون میفتیم لبخند میزنیم و خوشحالیم آیا لزوما به معنی عشق عاشقی هست نه نیست عشق بیمنطق یعنی ابسشن ابسشن توضیحش رو اینجا میتونید بخورید یا یوفوریا عشق بیمنطق منطق از آپسیشن و یوفوریا تشکیل میشه و شاید حتی ذره عشق توش نباشه که حتی نمیتونی فراموشش بکنی پس از کجا باید فهمید که یک عشق واقعی هست یا بهتر است بگم که آیا اصلا عشق واقعی وجود داره؟ از کجا بفهمیم که عشق واقعی وجود داره یا نه؟ زمانی که در زندگی از عشق صحبت میکنیم شاید بارزترین و بهترین مثال در این مورد رابطه فرزند و مادر میتونه باشه. عشقی که بدون هیچ چشم چشم داشتی هست تغییری حداقل از طرف مادر نسبت به فرزندش هیچ وقت انجام نمیشه حتی اگر فرزند کار بدی انجام بده حتی اگر فرزند در خیلی جاها ناسزا بگه باز همون رابطه هست آیا این عشق هست؟ یا نه این حس مادرانه ای هستش که ما اسمش رو میذاریم عشق البته این هم قابل بحث هستش به نظر من لزوما این عشق نیست حس یک مادر هستش که ما چون تعریفی براش نداریم میگیم عشق ولی در رابطه عاشقانه بین دو نفر مثل من و تو تو نه تو در رابطه عاشقانه بین من و تو همیشه در یک کیفیت باقی نمیمونه غرور، تکبر، احساسات، دروغ حتی افراد دیگر در جامعه همه و همه میتونستن همین عشقی که امروز نمیتونی فراموش کنی رو تأثیر داشته باشن توش رو تموم بکنن رابطه تو رو چه عاشقهایی رو دیدیم که دنیا رو میخواستن فتح کنن با عشقشون حتی نتونستن از چت تلگرامی بیرون بیان و پا فراتر بگذارن پس عشق به این آسانی که ما فکر میکنیم به دست نمیاد پس آنچه که ما میزییم ما زندگیش میکنیم لزوما عشق نیست ولی چرا نمیتونیم فراموش کنیم این چیزی که بهش میگیم عشق به این دلیل گفتم لطفا این ویدیو رو تا پایان ببینید چون برای من تکلیف شده یعنی گفتم که این ویدیو رو بسازم تا شاید افرادی یا فردی که از این درد رنج میکشه بتونه روشن بشه و بعد از این ویدیو اون ناراحتی هاش کم بشه اجازه بدید بریم به همون لحظه اولی که همدیگر رو برای اولین بار دیدید یا برای اولین بار با هم آشنا شدید دو حالت وجود داره یا از لحظه اول طرف رو دیدید گفتید که این همونیه که من میخوام عاشق این میشم یا نه بعد از یه مدت آشنایی کوتاهی حالا بلندی کاری ندارم گفتید که آقا من عاشق این آقا پسر یا خانم دختر هستم زیاد مهم نیست با کدوم روش عاشق شدید نتیجه هر دوتا یکیه قبل از دیدار شما با این فرد هیچ نشانه ای از علاقه به این فرد به خصوص در وجود شما وجود نداشت ولی کم کم به وجود اومد کم کم لذت بیشتر شد کم کم بیشتر با هم حال کردید کم 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 و این کم کم ها همان باوری هستند که ما اون رو عشق می نامیم. باور چی هست؟ باور مانند یک گل خام و شلی هستش که بهش اسم اشتباه عشق رو میگذاریم و به خودمون میقبولونیم که این همون عشق هست و همان کم کم ها آبسشن ها یوفوریا ها کم کم گل 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 خام باور شما رو تشکیل میدم کم کم باور میکنید که این عشق هست و اسم این باور رو عشق مینامید وقتی که خودتون رو قانع به این کردید که این رابطه ای که من درش هستم عشق هست به گل خام باور خود متاسفانه شکل دادید اسمش رو عشق گذاشتید و به باوری که آفریدید ایمان آوردید و اعتقاد پیدا کردید به تدریج گل خامی که ساختید در مرور زمان تبدیل به سنگی سخت و غیر قابل نفوذ و شکستن میشه از گل دیگر خبری نیست باوری ساختید که مانند خدا خواهید پرست شاید بپرسید خب رضا باور به چیزی با علم و آگاهی به چیزی چه تفاوتی داره اصلا باور چیه ببینید من میدونم و آگاه هستم که من دو تا دست دارم یک دو شما هم دو تا دست دارید به این آگاه هستید میدونید مثل یک به اضافه یک دو میشه ولی در مورد باور فرق میکنه من باور ندارم که دو تا دست دارم بلکه میدونم چون دارم میبینم و به قولی گفتم میشمارم ولی مثلا در مورد دین روح خدا زندگی بعد مرگ مرگ عشق ما نمیدونیم یا آگاه نیستیم بلکه باور داریم یا باور نداریم که روح هست یا زندگی بعد مرگ هست یا نیست عشق هم به همین شکل است پس زمانی که باور عشق خود رو در حال ساختن و شکل دادن هستید متاسفانه در حال ساختن بوتی هستید که بر پایی باور ساخته شده شماست و در طول زمان از محبت و علاقه خود و طرف هم آبیاری شده و رسیده به جایی که یک باور عمیق ریشهدار تعصبدار و غیر قابل تغییر و کنترلی در شما به وجود آورده که اون باوره که هیچ شکلی اول وجود نداشت ازش داره شما رو کنترل میکنه همون باوری که با رفتارهای طرف به شکل دادی عشق نامیدی و امروز درونت همون باور تبدیل به یقینی کاذب شده یقینی دروغی شده که مانند سنگ خارایی سخت و غیر قابل شکستن هست شاید بپرسید آخه طرف هم پایه بود میگفت جات همینجاست میگفت تا آخرش باهاتم یا شاید بگی ما اصلا مشکلی نداشتیم درست بود همه چی آره درست بود همه چیز و درستم داشت جلو میرفت ولی باید بگم زمانی که باور عشق شما در حال ساخته شدن هست این دلایل دقیقا سبب شکل دادن به گل خام باور شما میشن اگر چیزی وجود نداشت که باور اصلا شکل نمیگرفت با مشکل در باور به این هست که هر علف هرزی عشق نیست پس هر کسی که بهت لبخند میزنه یا هر کسی که تو ازش خوشت میاد لزوما به معنی عشق عاشقی نیست شما در حال ساختن و پرداختن یک باور قوی و نشکن و غیر قابل پراموش کردن هستی باور باور در باور زمانی به وجود میاد که شما یک چیز رو میبینید بدون اینکه از فیلتر بگذرونید به مغزتون به احساساتتون میگین که باور کن که عشقه و باور میکنی که عشقه و مشکل به وجود میاد حالا مهمترین قضیه چطوری فراموش بکنید کامنت بکنید شما هم کامنت بکنید تا منم بدونم که شما چطوری فراموش کرد اولین روزهایی رو که حتی باوری هم وجود نداشت رو به یاد بیار دلایلی که تو رو به این شخص علاقمند کرده رو به یاد بیار شرایطی که درونش بودی رو به یاد بیار شاید تازه از رابطه تموم شده بودی شاید برای اولین بار این رابطه عاشقانه رو می گرفتی. یک رابطه عاشقانه رو می گرفتی شاید تازه به اون شهر رفته بودی تنها بودی شاید تنها بودی اصلا شاید جو خانواده سبب شد که دنبال عشق بگردی شاید از لحن صداش خوشت اومد از لحن صحبت کردنش و هزاران احتمال دیگر که سراغاز این باور بود حالا که رفتی به روز اول که در حال ساختن این باور پوچ بودی باید این مراحل رو بگذرونی یک اول باید قبول بکنی که اشتباه بود که این باور رو عشق بنامی و بپنداری چرا چون اگه عشقت بود الان این ویدیو رو تماشا نمی کردی یا با اون نشسته بودی دست رو دست هم بود یا این ویدیو رو با هم تماشا می کردید حداقل پس اول قبول کن که اون عشق نبود دو دلایلی که سبب آغاز ایجاد باور اولیه شدن خیلی مهمه این شناسایی کن روی کاغذ بنویس تمام دلایل از قبیل قیافه طرف حرفاش موقعیت زمانی موقعیت مکانی همه سبب هایی که حتی از طرف تو این باور رو به وجود آوردند رو بنویس و بیار روی کاغذ مهمترین قسمت این هست که بدونی به چه دلایلی سبب شکلی این باور شده هستش این عشقی که بهش عشق میدی سه قبول کن که تو بزرگش کردی هم رابطه رو هم طرف رو تو ازش یک باور نادرست مقدسی ساختی که الان در حال له کردن تو هست چهار باوری که الان عشق مینامیش رو به چالش بکش ببین باید قبول بکنی اگر دلیل منطقی در این رابطه وجود داشت که اوکی بگیم یک عشقه ولی اگر وجود نداشت فقط یک عادت بود فقط یک خوشحالی موقتی بود که سبب شده بود که فکر کنی عاشقی و دلایلی که نوشتی رو تک تکم تک تک هم بررسی کردی بهش رسیدی دیگه با خودت با چالشت روبرو شد پنج نهایتا خودتو در مقابل این باور ناقص قرار بده مانند آینی که در روبروش هستی و شروع کن به شکستن این آینه سنگی و سخت آیا راحت هست؟ نه ولی حداقل به این بعد از این ویدیو میفهمی که چرا عاشق میشی کجا باید به اون حسی که بهت میگه این همونه ها این همونیه که میخواستی بهش بگی غلط کن بابا در مورد نمیدونم سعید و زهراب و حمید و قبلی همه اینا رو میگفتی هیچ کدوم هم درست نبود پس زمانی که با تعقل بری جلو اجازه ندی که باوری در تو ساخته بشه اون موقع هستش که شاید داری یک شروع خوب رو پیش میبری و نهایتا قدیترین آدمها، آدم ها افرادی هستن که باورهای خودشون رو به چالش بکشن کامنت بنویسید در مورد حرفام نظر بدید و ویدیو رو با دو نفر لطفا به اشتراک بذارید راستی واقعا عشق وجود داره جات اینجاست لا 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 لا